پیگیری توافقات یک سفر. 9 آوریل یا 20 فروردین گذشته وزرا و مسئولان آذربایجانی با حضور الهام علیف در تهران توافقات متعددی رو با همتایان ایرانی امضا کردند. و حالا وزیر اقتصاد و صنعت این کشور در سفری 3 روزه پیگیر این توافقاته. اولین دیدار با رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور. هدفی که از این سفر دنبال میشه یک پیگیری آن چه در توافق شد در سفر جناب آقای الهام علیف به ایران و اسنادی که امضا شد و همچنین توافقاتی که در کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور انجام شد و سوم مقدماتی برای سفر جناب آقای دکتر روحانی به باکو هست. بعضی کشورها برای خلل وارد کردن به این روابط دارن خرابکاری هایی میکنن. روابط میان دو کشور ابعاد مختلفی داره، بحث سیاسی، اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری، موارد مرزی، آبیاری، کشاورزی و غیره. اعضای هیئت ما ترکیب گسترده‌ای دارن و از 23 نفر تشکیل میشه. وزیر اقتصاد و صنعت جمهوری آذربایجان و هیئت همراه شامل معاونان 8 وزارتخانه و رؤسای شرکت‌های نفت و گاز و انرژی در دومین گام به وزارت نیرو رفتند تا در دیدار با چیچیان توافقات انجام شده و زمینه‌های همکاری بیشتر را بررسی کنند. اولین مطلب مسئله تبادل انرژی الکتریکی هست که در این خصوص توافق‌های صورت گرفت و متخصصین هر دو طرف الان دارن مذاکره میکنن برای اینکه جزئیات موضوع رو انشالله روشن بکنن. همینطور در رابطه با احداث نیروگاه اردوباد مارازاد که یک نیروگاه آبی مشترک خواهد بود بر روی رودخانه ارس، در این مورد مذاکراتی انجام شد. دیدار با مقامات سیاسی و اقتصادی ایرانی و بازدید از صنایع ایران از دیگر برنامه‌های شاهین مصطفایف در سفر به تهران. مهدی صادقی، خبرنگار جامعه جمع.